سلام، به جلسه 46 دوره آموزش زبان پایتون خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام کار کردن با فایل های اکسل رو بهتون نشون بدم. اولین کاری که باید توی پایتون انجام بدیم اینه که کامپوننت مربوط به کار کردن با فایل های اکسل رو نصبش کنیم. پس میگم pip install open pyxl. خب نصب شد و کارمون تموم شد. حالا اینجا باید ایمپورت کنم open pyxl. از قبل یه دونه فایل اکسل توی پروژه قرار دادم، اسم 01.slsx، که فایل هم به این صورته. 4 تا ستون داره. ستون اول آیدی، ستون دوم نیمه، ستون بعدی فرست نیمه و ستون بعدی هم میزان حقوقه که مقادیر داخل اون نوشته شده. حالا کاری که میخوام انجام بدم اینه که اول بیام تک تک سلول‌های داخل اینا رو بخونم و یک ردیف از داخل اون حذف کنم و یک ردیف دیگر رو بهش اضافه کنم. خب پس این رو من میذارمش کنار. خب اولین کاری که میکنیم اینه که میگیم open xl.load کن workbook رو. توسط این متد کل فایل اکسل خونده میشه و داخل حافظه قرار میگیره. خب پس من اسم فایل اکسل از اکسل رو بهش میدم و کار تمومه. حالا اینو میریزمش توی متغیر به اسم wb یا همون workbook. حالا توسط workbook به تمامی قسمت های این فایل اکسلمون دسترسی داریم. مثلا میتونیم به این صورت داخل براکت اسم اون شیت رو بهش بدم و اطلاعات داخل اون شیت رو بهم بده. مثلا اینطوری میتونم بگم شیت یک. شیت یک اسمی هست که توی اکسل این پایین نوشته شده و توسط اون میتونیم به شیت مورد نظرمون دسترسی داشته باشیم. و نکته که وجود داره اینه که دقت داشته باشین که این کیس سنسیتیو هست و اگر که شیت با حروف بزرگ هست حتما باید با حروف بزرگ نوشته بشه. خب اینجا من الان میتونم به این صورت بگم شیت یک رو برام پرینت کن. خب که اینجا مشخص میکنه که شیت یک وجود داره و به صورت یک آبجکت ورکشیت به اون دسترسی داره. الان اگر که من اینو با اس کوچک بنویسم اتفاقی که میفته به من خطا میده، میگه همچین شیتی وجود نداره. پس اینو حواستون باشه که به صورت کیس سنسیتیو باید رعایتش کنید. حالا من این متغیر شیت رو یه متغیر به همین اسم درست میکنم و داخل اون قرارش میدم. حالا توسط آبجکت شیت به تک تک سلول های اون شیت دسترسی دارم که به این صورت میتونم به اون سلول ها دسترسی داشته باشم. هم میتونم به این صورت بگم که مثلا بگم ستون بی ردیف دوم و به این شکل هم میتونم بگم شیت داد سلول ستون دوم و ردیف دوم رو برم بده، که این دوتا خط به یک معنی هستن و هر دوشون به یک سلول اشاره میکنن که سلول ها توی اکسل هم به این صورت آتستهی میشه. وقتی که اینجا بهش میگیم بی دو، یعنی ستون بی ردیف دوم و خط بعدی هم به همین شکل. خب حالا میتونیم به این شکل اینجا اینو پرینتش کنم و نتیجهش رو توی خروجی هم ببینیم که اینجا آبجکتش رو توی خروجی به من نشون بده. برای که مقادیر داخلش رو بتونم دسترسی داشته باشم کافیه بگم نقطه ولیوش رو به هم بده که ولیوش رو به من میده. حالا برای پایینی هم به همین شکل میتونم انجام بدم که به این شکل تونستم مقادیر داخل اون سلول مورد نظرمون رو بخونم. حالا اینو من اینجا پاکش کنم پرینت رو و این رو هم پاکش کنم چون به این شکل خوندن خب خیلی قابل فهم تره. اینو میریزم توی یه متغیر به اسم سل و حالا توسط آبجکت سل به قسمت های مختلف اون سلول دسترسی دارم. مثلا میتونم بگم که پرینت کن سل دات رو شو و من میگم که این سلولی که الان داری تو کدوم ردیفه یا سلول تو کدوم ستون قرار داره یا مکان دقیق اون سلول رو به من بده که به این شکل میشه coordinate که میگه توی مکان B2 قرار گرفته و value هم که به همین شکل میتونم از توی این بخونم و دسترسی داشته باشم. توی object sheet چیزی داریم به اسم sheet.max column و max row که توسط این دو تا پراپرتی میتونیم متوجه بشیم که توی این فایل اکسلمون چند تا ستون و چند تا سطر وجود داره و از همین میتونیم استفاده کنیم و اطلاعات کل یک ستون رو بخونیم که به این صورت انجامش میدم. میگم for مثلا r in sheet.maxRow و print com row. خب maxSheet که صرفا یک عدده پس باید اون رو تبدیلش کنیم به range و چون که ردیف ها داخل فایل اکسل از یک شروع میشه پس ما اینجا هم از یک شروع میکنیم و آخرش رو هم به اضافه یک میزنیم و این رو که اجرا کنیم تمامی ردیف های داخل اون فایل اکسل رو خوندم و اینجا نمایش دادم که به این صورت هم میتونم
یکم یه متغیر دارم به اسم سل در مساوی میشه با شیت دات سلول کالمن مثلا دوم و ردیف آر و توی خروجی هم سل دات ولیوش رو پرینت. خب همینجوری که اینجا میبینید تمامی اطلاعات مربوط به ستون اول رو خوندم و اینجا قرارش دادم. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که اولین ردیف ردیفی هست که برای هدر قرار داره. اگر که می‌خواید اون ردیف توی خروجی خونده نشه کافیه رنج رو از دو شروع کنیم و وقتی که دوباره کد ریجر کنیم تمامی اطلاعات فقط به صورت خام خونده میشه و توی خروجی بهتون نمایش داده میشه. خب به این صورت می‌رسم دسترسی داشته باشم تمامی اطلاعات داخل شیتم. خب حالا بریم یک سری نکته دیگه هم اینجا بهتون نشون بدم. اگر که بخوایم به یه قسمت از شیتمون دسترسی داشته باشیم، مثلا میخوام از این قسمت تا این قسمت رو دسترسی داشته باشم و اطلاعاتش رو به صورت یه جا بخونم، به این صورت میتونم عمل کنم. میتونم بگم که پرینت کن شیت براکت باز، مثلا میتونم بهش بگم از B2 شروع کن و دو نقطه تا مثلا D6. وقتی اینو توی خروجی بگیرم ببینید که تمامی سلول‌ها رو خون و توی خروجی به من میده و هر میتونم ازش استفاده کنم و به این شکل میتونم یه رنج خاص رو بهش بدم و ازش استفاده کنم. اگر که فقط اسم یک ستون رو بدم اطلاعات همون ستون رو به صورت کامل از بالا تا پایین برام برمیگردونه، یا به این صورت هم میتونم بگم ستون B تا ستون D تمامی سلول‌های داخل این دو تا ستون رو به صورت کامل برمیگردونه. این رو هم پاکش می‌کنم. حالا بریم سراغ این که میخوایم یک ردیف رو از داخل شیتمون حذف کنیم و یک ردیف دیگه بهش اضافه کنیم. به این صورت میتونم عمل کنم. میگم شیت دات دلیت کالز، توسط دلیت کالز که میتونم یک ستون حذف کنم، دلیت رو هم یه ردیف میتونم حذف کنم که به این شکل میگم دلیت روز و ایندکس که میخوام رو بهش میدم، مثلا ایندکس 4 رو میدم که ردیف سوم حذف بشه. و در نهایت هم میتونم بگم که شیت دات اپند که یه دونه ردیف به آخر اضافه میکنه، یا اینکه میتونم بگم اینزرت کن که میتونم مکان اون ردیف یا ستون رو هم مشخص کنم. اگه من اینجا بگم append، حالا میتونم مقادیری که دارم رو به صورت یک لیست بهش بدم. اول که ID، میگم ID 101، اسم مرتضی، فامیلی عسکری و دستمزد هم 8500. خب تا اینجا ردیف حذف شد، یه ردیف جدید بهش اضافه شد، ولی نکته که وجود داره این که همه این تغییرات داخل حافظه است و هیچ تغییری روی فایل اصلی اتفاق نیفتاده. برای اینکه بتونیم تمامی تغییراتمون رو سیو کنیم کافیه به این صورت عمل کنیم. میگیم workbook آبجکتی که بالا ساختیم دات سیو کن. کجا؟ هم میتونم رو فایل قبلیمون اوورراید کنم و هم اینکه یه فایل جدید بسازم. حالا من میگم که رو فایل قبلی اوورراید کنم. save1.xlsx. فقط دقت داشته باشین که من الان فایل اکسلم بازه. اگر که من اجرا کنم یه همچین خطایی به من میده و میگه که دسترسی ندارم به فایل و نمیتونم روی اون وایتش کنم. پس من حتما باید این فایل رو ببندمش و دوباره اجراش کنم و کار تمام. حالا اگر که فایل رو اجرا کنم میبینید که ردیف سوم حذف شد، بین دو و چهار ردیف سوم حذف شد و در نهایت هم ردیفی که خواستم رو تونستم بهش اضافه کنم. به همین سادگی و راحتی تونستم با فایل های اکسل کار کنم، اطلاعات رو از داخل اون بخونم و اطلاعاتی که میخوام رو بهش اضافه کنم. ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما اون رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. منتظر نظرات و پیشنهاداتون توی کامنت ها هستم. این ویدیوهایی که بهتون پیشنهاد میکنم از همین کانال لایک دوست داشتین اونا رو هم تماشا کنید.